به نام خدا و سلام. در این ویدیو از فرادرس به معرفی رشته موسیقی، حقوق، درآمد و بازار کار این رشته می‌پردازیم. با توجه به اهمیت انتخاب رشته مخصوصاً در سالهای پایانی دبیرستان، در قالب ویدیوهای مختلفی در فرادرس به شما کمک خواهیم کرد که رشته مناسب و البته مورد نظر خودتون رو با دقت بیشتری انتخاب کنید. در بخش اول باید ببینیم که رشته موسیقی برای چه کسانی میتونه مناسب باشه. رشته موسیقی به صورت خاص موسیقی کلاسیک و تدریس اون در ایران به سال 1248 برمیگرده و پس از اون کلاس‌های درس موسیقی طی چندین دوره تغییر نام دادند که از جمله این نام‌ها میتونیم به هنرستان سرود و آهنگ‌های انقلابی، هنرستان عالی موسیقی، مدرسه موسیقار، هنرستان موسیقی، مدرسه موسیقی دولتی، مدرسه موزیک، کلاس موزیک و هنرستان موسیقی اشاره کرد. به طور کلی رشته موسیقی از جمله رشته‌های هنری به حساب میاد که اولین نکته قابل ذکر برای فعالیت در اون علاقه فردی هست. اگر شخصی در دوران کودکی یا نوجوانی خودش دوره‌های آموزشی یک ساز رو گذرونده باشه و علاقه‌مند به این باشه که تخصصی‌تر این رشته رو دنبال کنه، میتونه با انتخاب رشته در پایان مقطع تحصیلی نهم نظام جدید در رشته موسیقی مشغول به تحصیل بشه که در اون با اصول اولیه و دروس پایه‌ای موسیقی آشنا خواهد شد. اما محدودیتی هم وجود نداره، چون افرادی بودند که حتی در مقطع هنرستان در رشته‌ای به غیر از موسیقی تحصیل کرده بودند اما در دانشگاه با تغییر مسیر خودشون و انتخاب رشته موسیقی به تحصیل پرداختند، کما اینکه موسیقی دانان زبده و صاحب نامی هم شدند. نکته دیگری که باید به اون اشاره کرد اینه که طبق ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌های سازمان سنجش و آموزش کشور در سال‌های اخیر، دانش آموزانی که در هنرستان موسیقی تحصیل نکردند و در رشته دیگری محصل بودند، میتونن با شرکت در کنکور سراسری هنر بعد از اخذ نمره و تراز قابل قبول و انتخاب رشته در مقطع کاردانی یا کارشناسی پیوسته به تحصیل در یکی از گرایش‌های رشته موسیقی بپردازن. رشته موسیقی میتونه برای کسانی مناسب باشه که علاقه‌مند به موسیقی باشند و از وقت گذاشتن و تلاش در این زمینه و رشد لذت ببرن و روحیاتی مطلوب و مطابق طبع هنری هم داشته باشن. به طور کلی باید در نظر داشت که در آموزش یک ساز، یک هنرجو باید در طول روز حداقل بین 1 تا 6 ساعت بسته به سطح هنرجو به تمرین ساز اشتغال داشته باشه. اگر پشت کار فرد در این زمینه کافی نباشه، امکان داره در ادامه مسیر اگر نتیجه مورد نظرش رو نگیره دل سرد و دل زده بشه و در نهایت این هنر رو ترک کنه. بر همین اساس علاقه‌مندی و پشتکار در تمرین از عوامل مهمی هستند که باعث موفقیت یک فرد در این رشته تحصیلی میشه. پس جمع‌بندی به این صورته که در مراحل اولیه یک دانش آموز میتونه با تحصیل در هنرستان موسیقی به آموزش پایه‌ای و تئوری موسیقی بپردازه و یک یا حتی چند ساز رو به صورت تخصصی آموزش ببینه و در مقطع تحصیلی بعدی وارد دانشگاه در رشته موسیقی بشه، یک گرایش رو انتخاب بکنه و به صورت تخصصی تر به اون گرایش مشغول بشه. برای کسانی که علاقه‌مندی بیشتری دارند و تشنه آموختن و حتی علاقه‌مند به تدریس در دانشگاه در رشته موسیقی هستند، امکان ادامه تحصیل در مقطع ارشد و حتی دکترا هم وجود داره. کدام دروس در دوره دبیرستان در رشته موسیقی کاربرد بیشتری دارند؟ صورت کلی دروس رشته موسیقی در هنرستان موسیقی طبق پایه‌های مختلف رو در اینجا براتون معرفی می‌کنیم. دروس سال اول هنرستان، همون مقطع تحصیلی دهم، آواز گروهی، ادبیات فارسی، ارکستر، ارکستر موسیقی ایرانی، ارکستر موسیقی جهانی، پیانو ساز دوم، تاریخ موسیقی جهانی، تربیت بدنی، تعلیمات دینی و قرآن، ریاضی، زبان خارجه، زبان فارسی، ساختار موسیقی ایرانی، ساختار موسیقی جهانی، ساز تخصصی ایرانی، ساز تخصصی جهانی، ساز دوم، سرایش و تربیت شنوایی، عربی،
فیزیک صوت و آزمایشگاه و همچنین هارمونی تخصصی. اما دروس سال دوم هنرستان، همون مقطع تحصیلی 11، آمادگی دفاعی، آواز گروهی، ادبیات فارسی، ارکستر، ارکستر موسیقی ایرانی، پیانو، ارکستر موسیقی جهانی، تربیت بدنی، تعلیمات دینی و قرآن، زبان خارجه، زبان فارسی، ساختار موسیقی جهانی، ساز تخصصی ایرانی، ساز تخصصی جهانی، ساز دوم ویژه ساز ایرانی و ساز جهانی، ساز شناسی جهانی، سرایش و تربیت شنوایی، عربی، هارمونی تخصصی، هارمونی عملی، هارمونی عمومی، هماهنگی ساز با آواز ایرانی و همنوازی با پیانو. و ما دروس سال سوم هنرستان یا همون مقطع تحصیلی 12، آشنایی با شعر، آواز گروهی، ارکستر، ارکستر موسیقی ایرانی، ارکستر موسیقی جهانی، پیانو، تاریخ معاصر ایران، تاریخ موسیقی ایران، تعلیمات دینی و قرآن، جغرافیای عمومی و استان، ساز تخصصی ایرانی، ساز تخصصی جهانی، ساز دوم ویژه، ساز ایرانی و جهانی، سازشناسی ایرانی، سازشناسی جهانی، سرایش و تربیت شنوایی، عربی، مطالعات اجتماعی، هارمونی تخصصی، هارمونی عملی، هارمونی عمومی، هماهنگی ساز با آواز ایرانی و همنوازی با پیانو. این دروس به صورت تخصصی تر در دانشگاه بسته به گرایش انتخابی شما متفاوته. به طور مثال در گرایش آهنگسازی، دروسی مثل سرایش، تربیت شنوایی، سازشناسی ایرانی و جهانی، هارمونی تخصصی و عمومی، تاریخ موسیقی و تسلط داشتن به یک ساز به صورت حرفه‌ای خیلی حائز اهمیت هست. علاوه بر همه اینها، درس‌هایی مثل سرایش و تربیت شنوایی موسیقی، شناخت سازها به خصوص ساز انتخابی دانشجو که به صورت تخصصی هست و مهارت بسیار در نوازندگی اون اهمیت زیادی داره. در این رشته اگر دانشجو در دروس دیگری مثل هارمونی یا شناخت تاریخ موسیقی یا داشتن ساز دوم هم مسلط باشه، باعث پیشرفت اون میشه. گرایش های رشته موسیقی برای ادامه تحصیل رو بررسی کنیم. دانش آموزان در مقطع دهم در گرایش های آهنگسازی، نوازندگی سازهای جهانی و نوازندگی سازهای ایرانی میتونن مشغول به تحصیل بشن. گرایش ها در رشته موسیقی در مقطع کارشناسی به 4 دسته تقسیم میشن که عبارتند از کارشناس آهنگسازی، کارشناس نوازندگی ساز جهانی، کارشناس نوازندگی ساز ایرانی و کارشناس موسیقی نظامی. مقطع کارشناسی ارشد شامل این گرایش هاست: کارشناسی ارشد آهنگسازی، کارشناسی ارشد نوازندگی سازهای جهانی، کارشناسی ارشد نوازندگی سازهای ایرانی و کارشناسی ارشد موسیقی شناسی. و ما دانشگاه‌های رشته موسیقی رو هم نام ببریم. در مقطع کارشناسی به طور معمول این دانشگاه‌ها پذیرش دانشجو دارند: دانشگاه هنر تهران، دانشگاه هنر کرج، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، دانشگاه‌های علمی کاربردی، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه هنر تبریز، مؤسسه غیرانتفاعی هنر سوره، دانشگاه غیرانتفاعی کمال الملک نوشهر، مؤسسه غیرانتفاعی فردوس مشهد، دانشگاه هنر گیلان و دانشگاه هنر کردستان. در مقطع کارشناسی ارشد هم این دانشگاه ها دانشجو میپذیرند: دانشگاه های هنر تهران، دانشگاه هنر کرج و دانشگاه آزاد فقط در گرایش نوازندگی سازهای جهانی.
اما اخیراً دانشگاه‌های علمی کاربردی رشته‌های جدیدی در مقطع کاردانی کارشناسی پیوسته ارائه کردند که عبارتند از آواز کلاسیک، آواز سنتی ایرانی، رهبری ارکستر و روش تدریس دروس موسیقی و البته چند رشته دیگه که مراجعه به وبسایت‌های مربوط به این دانشگاه‌ها خالی از لطف نیست. مهمترین دروس دانشگاهی در رشته موسیقی رو هم بررسی کنیم. از جمله مهمترین دروس دانشگاهی در گرایش‌های آهنگسازی و نوازندگی میتونیم به این دروس اشاره کنیم. تئوری موسیقی جهانی، تئوری موسیقی ایرانی، سازشناسی سازهای ایرانی و جهانی، اصول ارکستراسیون، هارمونی عمومی، هارمونی عملی، تاریخ موسیقی غرب، سرایش و تربیت شنوایی موسیقی. فارغ التحصیل رشته موسیقی در چه کارها و صنایعی میتونه شاغل بشه؟ زمینه‌های شغلی رشته موسیقی به این شکل نیست که فارغ التحصیلان بتونن به صورت نیروی قراردادی یا رسمی در شرکت، اداره، سازمان یا ارگانی مشغول به فعالیت بشن. اما فارغ التحصیلان رشته موسیقی میتونن به عنوان مربی آموزشی سازهای ایرانی و جهانی در آموزشگاه‌ها به کار تدریس اشتغال داشته باشن یا از طرفی در کارگاه‌های ساخت سازهای موسیقی با توجه به شناخت ساز تخصصی خودشون مشغول به کار بشن. همچنین فارغ التحصیلان مقاطع ارشد و دکترا میتونن با شرکت در آزمون‌های جذب اساتید دانشگاهی به تدریس در دانشگاه و مؤسسات آزاد و غیر انتفاعی مشغول بشن یا به صورت پروژه‌ای در استودیوهای ساخت موسیقی به عنوان آهنگساز و نوازنده به آهنگسازی و نوازندگی بپردازن. اخیراً با رواج ارکسترهای موسیقی کلاسیک یا ارکسترهای کوچیک مجلسی نیاز به حضور نوازنده، آهنگساز و حتی رهبر ارکستر به جهت همکاری احساس میشه و هنرجویان یا دانشجویان موسیقی میتونن در این زمینه ها مشغول به کار بشن. بازار کار رشته موسیقی رو هم بررسی کنیم. بازار کار این رشته با توجه به گرایش و تجربه و توانایی شخص تعیین میشه. به عنوان مثال یک فارغ التحصیل نوازندگی که به تمامی اصول تخصصی آهنگسازی هم اشراف داره میتونه به عنوان نوازنده و استاد مبانی و تئوری موسیقی و آهنگسازی به تدریس در آموزشگاه‌های موسیقی، کنسرت‌های موسیقی یا تدریس خصوصی برای هنرجویان کنکوری بپردازه. از طرف دیگه نوازندگان جذب ارکسترهای سمفونیک و ارکسترهای فیلارمونیک میشن. همچنین ارکسترهای نهادهایی مثل صدا و سیما و سایر ارکسترهای مجلسی و خصوصی به عنوان بازار کار رشته موسیقی در نظر گرفته میشه و به طور کلی شغل و منصب از پیش تعریف شده‌ای برای فارغ التحصیلان این رشته وجود نداره. نوازندگان میتونن به عنوان نوازنده و مدرس نوازندگی، آهنگسازان به عنوان آهنگساز فیلم، مستند، تئاتر یا آهنگساز مستقل مشغول به کار بشن. دانشجویان موسیقی نظامی هم این فرصت رو دارند که با اثبات خودشون در هنرشون جذب سازمان‌های نظامی بشن. امکان ادامه تحصیل در رشته موسیقی در داخل ایران به چه صورتی هست؟ این رشته در مقطع کارشناسی در گرایش‌های آهنگسازی، نوازندگی سازهای جهانی و نوازندگی سازهای ایرانی قابل ارائه و تحصیله. در مقطع ارشد 4 گرایش آهنگسازی، نوازندگی سازهای جهانی، نوازندگی سازهای ایرانی قابل ارائه و تحصیل هستند. متاسفانه در حال حاضر در ایران دوره‌ای تحت عنوان مقطع دکترا در رشته موسیقی وجود نداره. امکان ادامه تحصیل در رشته موسیقی در خارج از کشور به چه صورتی هست؟ رشته موسیقی، خصوصاً موسیقی کلاسیک در خارج از کشور خیلی شکوفا و به صورت جدی به اون پرداخته میشه و از گذشته‌های دور هم همینطور بوده. در واقع اتریش رو مهد موسیقی کلاسیک میدونن. اما برای تحصیل کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا و انگلستان در اروپا در وضعیت مناسبی به لحاظ شرایط و امکانات بیشتری که دارند قرار گرفتن. اما کشور روسیه هم به جهت اهمیت دادن به رشته موسیقی جزو کشورهای پیشرو به حساب میاد و به موسیقی تدریس شده در روسیه مکتب آموزشی روس گفته میشه.
از جمله سایر کشورها میتونیم به آمریکا اشاره بکنیم که سالانه بورس‌های تحصیلی متنوعی رو برای جذب علاقه‌مندان به این رشته در نظر میگیره. دروس دانشگاهی در رشته موسیقی تا چه حدی نیازهای بازار کار رو مرتفع میکنن؟ به طور کلی دروس دانشگاهی، خاصه دروس تئوری رو میتونیم به عنوان لازمه کار در رشته مورد نظر اسم ببریم. اما ملزومات دیگری هم وجود دارند که برای بازار کار مهمن. رشته موسیقی هم از این قاعده مستثنا نیست و این به این معناست که دانشجوی آهنگسازی باید در کنار دروس تئوری به سایر مباحث عملی هم مسلط باشه و همچنین بهتره که به تدریس هم اشتغال داشته باشه تا در کنار تحصیل خودش نیاز به آموزش برای هنرجویان مبتدی رو هم رفع کنه. دانشجوی موسیقی تلاش میکنه تا علاوه بر ساختن ابعاد روانی و روحی خودش به خلق آثاری بپردازه که باعث تاثیرگذاری در جامعه خودش یا حتی سایر جوامع میشه. این تاثیر میتونه در نمودهای متفاوتی متجلی بشه. گاه با بروز یک جنگ در جامعه، هنرمند میتونه با ساخت یا بازسازی و تنظیم و نواختن آثاری به صورت ماهرانه برای مردم کشورش سودمند باشه و مثلا برای غرور شکسته مردمش در برابر حمله غرور رو به مردم کشورش برگردونه و حیاتی مجدد به کالبد جامعش ببخشه، مثل فردریک شوپن که در زمان حیاتش برای مردم کشورش لهستان تبدیل به یک دلخوشی یا قهرمان ملی شده بود.